اما یک روز بعد از اون که هنگامه قاضیانی ویدئوی بدون حجاب از خودش منتشر کرد، نیروهای امنیتی رو بازداشت کردن. خبرهایی هم درباره احضار برخی چهره‌های مشهور سینمایی منتشر شده. همزمان امروز داوود عابدی، گزارشگر صدا و سیما، با انتشار پستی اعلام کرد که صدا و سیما رو ترک میکنه و نوشت که نمیتونه نقش مجری خوشحال رو بازی کنه. فرهاد فخربخش، مجری برنامه شما سیما، هم امروز اعلام کرد که به همکاری با صدا و سیما پایان میده. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، با ما همراه میشه. آقای مصلح، همین دقایق پیش خبر اومد که خانم کتایون ریاهی از اولین کسانی که حجاب رو از سرش برداشت در همین تیتر اول شجاعانه نظرش رو بیان کرد بازداشت شده. هنگامه قاضیانی امروز بازداشت شده بود. با وجود این سرکوب هایی که گام های بسیار مهم و تاریخی دارن برمیدارن بازیگران در ایران. دقیقا همینطوره. من فکر میکنم به مرحله جدیدی از در واقع همراهی هنرمندان به خصوص سینماگران زن با این جریان اعتراضی رسیدیم و مرحله جدیدی از برخورد امنیتی و قضایی. علاوه بر همه این چیزایی که گفتیم، خبرگزاری ایرنا یه خبر عجیبی منتشر کرد همزمان با انتشار خبر بازداشت خانم قاضیانی که تعدادی از سلبریتی‌ها از خدمات اجتماعی محروم میشن. همینقدر مبهم. این نشون میده که میخوان از همه طرف فشار بیارن. ولی ببینید، مسئله اینه که الان حجاب اجباری تبدیل شده همون چیزی که شاید نقطه قوت حکومت بود و خیلی بهش مینازید و ابزار قدرتش بود برای نشون دادن سیطرش بر زنان، تبدیل شده به پاشنه آشیلش. یعنی این کاری که بازیگرای زن میکنن، هر کدومشون تک به تک یک ضربه به اون تصویری که تو این 14 ساخته شده و در واقع نظام سعی میکرده، حکومت سعی میکرده این رو به عنوان مثلا الگوی زن مسلمان نشون بده. حتی با وجود اینکه میدونسته اینا اعتقاد شخصی چندانی ندارن، ولی این تصویر رو ارائه میکرده دیگه با این حجاب. و سینما و تلویزیون ابزارهای اصلی در واقع اشاعه این ماجرا بودن. و من فکر میکنم علاوه بر این کاری که سینماگران زن ایرانی دارن میکنن، اتفاقات دیگه‌ای هم داره زیر پوست سینما میفته. میدونید، یعنی اینها نشون میده که هر اتفاقی در ایران بیفته به شکل کلی در حوزه سیاسی و اجتماعی، بعیده که دیگه مسئله حجاب اجباری به حالت سابقش برگرده. آقای مصلح، حالا به این موضوع اشاره کردین، یه زمزمه هایی هم هست و برخی منابع میگن که حتی فیلم هایی که در حال فیلم برداری هستن بعضا دو نسخه دارن، یک نسخه شون هم بدون حجاب تهیه شده. ببینید، این شایعه دو سه هفته بود که وجود داشت، من هم شنیده بودم، تا اینکه دو سه روز پیش یک بازیگر زن سینما ایران این رو به نوعی تایید کرد، یک استوری گذاشت و اشاره کرد که در واقع دو برداشته دارن میگیرن. برداشت در واقع اون اصطلاحیه که هر صحنه رو میگیرن، میگن برداشت اول، دوم، سوم. دو برداشته میگیرن، یعنی یک نسخه با حجاب، یک نسخه بی حجاب. و من شنیدم از منابعی که بیش از یک یا دو پروژه در حال ساخت، پروژه سینمایی حداقل، دارن این کار رو میکنن. و این بازیگر زن انتقاد کرده بود از این در واقع آینده نگریه، حالا منفعت طلبانه. ولی اونور قضیه رو هم باید، اونور قضیه اینه که بدنه سینما ایران هم متوجه شده که دیگه با حجاب نمیشه کار کرد، مردم دیگه نمیرن فیلم ببینن. و این نکته آخر رو هم بگم، امروز دو سه کارگردان به خصوص فیلم‌های مستقل و هنری اعلام کردن که دیگه ما با حجاب اجباری فیلم نمیسازیم. این اتفاق خیلی مهمه در سینما ایران و من فکر می‌کنم در روزهای آینده ازش بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما، علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.